بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. در سلسله درس های مضمون ثقافت اسلامی قرار داریم، مضمون قرآن شناسی سمستر 8. البته عمومی است، در تمام پانزه ها تدریس میشه به استثنای پانزه شرعیات و علوم اسلام، در طب، در انجینرینگ، در پولیتیکال ساینس، در اکنامیکس، در زراعت و فاکولته های دیگر. قرآن شناسی البته موضوعات زیادی در این رابطه توضیحات زیادی داده بودیم. آخرین بحث بزرگی که گرفتیم در رابطه با اعجاز قرآن کریم بود و شواهد از اعجاز. 5-6 شاهد برشمردیم: آرامش و سکون قلب با یاد الله متعال. در قرآن داریم: علاوه به ذکر الله تطمئن القلوب. ساینس جدید هم این موضوع را ثابت کرده است. معجزه سرانگشت، فنگر پرینت. بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. آری، ما توان داریم که سرانگشتانش را نیز درست کنیم. ایحسب الانسان و الا نجمع عظامه. آیا انسان گمان می کند که ما استخوانهایش را جمع آوری کرده نمی توانیم؟ گمان بس اشتباه است. ما می توانیم سرانگشتان او را هم دوباره درست کنیم. مورد سوم، حقیقت خواب از نظر قرآن. تفصیل زیاد دادیم در این مورد. و بالاخره مراحل شکلگیری جنین. جنین جیم و نون در هر ماده ای که باشد پوشیدگی را نشان میده. جن، مجنون، جنین، همه همین معانی را میتواند برسد. اصل خلقت انسان از عصاره از گل بوده، بالاخره نطفه، علقه، مضغه و بعدا استخوان بندی و سپس و تبارک الله و احسن الخلق. مورد پنجمی که خواندیم، انسان زیباترین پدیده هستی. در هستی پدیده های زیادی وجود دارد، اما زیباترین آن انسان هست. برشمردیم به قلب انسان چطور کار میکند، چشم انسان، زبان انسان، گوش انسان، مغز انسان، اینها را به طور نمونه توضیحات دارد. مورد ششم، صفحه 83 کتاب شما، معجزه آهن. در قرآن کریم آیات داریم: و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس. ما آهن را نازل کردیم که در آن گرفته سختی هست و منفعت های زیادی برای مردم وجود دارد. به تفصیل توضیح دادیم که آهن جزء ذرات اصلی زمین نبوده، حتی در این کهکشان ساخته نشده، از جاهای دیگر آمده است. و بالاخره عنوان داریم: چرخش اجسام فضایی. البته اگر به مفهوم خیلی کلان نگاه کنیم، زمین یک جسم فضایی است، آفتاب یک جسم فضایی است، یک شیء، یک جسم، یک چیزی که در فضا رها شده است. مهتاب هم جسم فضایی، البته اجسامی که خیلی منظم رها شدند، حرکت دارند، گردش دارند، گردش و حرکت دقیق شده که حتی یک سانتی متر، نیم سانتی هم تغییر کرده نمیتواند. اگر بکند دیگه دنیا را، نظم کائنات را برهم میزد. در این رابطه در سوره انبیا آیت داریم، آیت شماره 32: و هو الذی خلق اللیل و النهار و الشمس و القمر کل فی فلک یسبحون. الله ذاتی است که شب و روز را آفرید، آفتاب و مهتاب را هم آفرید، هر یک در مدار معین شناورند. در قرآن کریم تصریح شده که آفتاب و مهتاب و سایر ستارگان و سیاره ها هر کدام در فلک خود شناور و در حال حرکت می باشند. یک از مهمترین دلایل تعادل جهان حرکت اجسام سماوی در مسیرهای معین است. ستاره ها، قمر ها به دور محور خود و همراه با سیستمی که در آن قرار دارند می‌چرخند. جهان با یک توازن همیشه حرکت دارد، عیناً مثل یک چرخ ماشین.
بیشتر از 100 میلیارد کهکشان قابل رؤیت در جهان موجود است. 100 میلیارد، 100 میلیارد ستاره نه، 100 میلیارد کهکشان، مثل همین کهکشانی که ما فعلا داریم که از خود زمین دارد و زحل دارد و نپتون و پلوتون و آفتاب و مهتاب دارد. بیش از 100 میلیارد کهکشان که تا حالا اینا شناخته شد. احتمالاً که خیلی زیادتر میشه. هر کهکشان در خود باز میلیاردها ستاره دارد و کهکشان های کلان بیشتر از 1000 میلیارد ستاره دارد. اکثر این ستاره ها دارای سیاره ها و دارای اقمار خاص خود، قمرهای خاص خود میشه. تمام اجسام سماوی که گفتیم مدارها و مسیر دقیقا محاسبه شده را طی میکنند. برای یک روز دو روز نیست، برای یک سال دو سال هم نیست، برای میلیون ها سال در این راه بدون نقصان و عدم توازن در جوار یکدیگر برخی کرد. بر علاوه تعداد زیاد ستاره های دنبالدار هم در مسیرهای معین خود در حرکت می باشد. و جالبه که هر سال منظومه شمسی، منظومه همین نظم و ضبطه که به نام منظومه شمسی است، آفتاب سر آمد و بقیه زمین و مهتاب و زحل و اورانوس و نپتون و پلوتون اینها در اطرافش هستند. هر سال منظومه شمسی و همراه با آن زمین 500 میلیون کیلومتر از محل قبلی خود تغییر موقعیت میده. بی معنا هست که باز کهکشان های دیگر هم تغییر موقعیت میده. از این معلوم میشه که کوچکترین انحراف از مسیر اصلی باعث خاتمه جهان میتواند باشد. به طور مثال اگر زمین از مسیر اصلی خود 3 میلیمتر، 3 سانتی نه 3 میلی انحراف کند، عواقب خیلی وسیمی، عواقب خیلی وخیمی، عواقب خیلی بد خواهد دارد. احتمالا بر پیشانی یک ستاره و سیاره دیگر اصابت بکند و انفجار بزرگ رخ بده که دنیا را، نه دنیا وقتی که ما میگیم به معنای زمین، کائنات را برهم بزنه. زمین در اثنای حرکت به دور آفتاب بعد از هر 18 سال به اندازه 2.8 میلیمتر سنتینه از خط مستقیم انحراف دارد. چرا؟ خاطر اینکه مسیر بیضاوی را بپیماید. مسیرش دایره نیست، مسیر بیضاوی است. اگر این انحراف 2.8 میلیمتر، اگر این انحراف 3 میلیمتر بشه، باعث تباهی عالم میشه. حتی اگر این انحراف به عوض 2.8 2.5 باشه، باز هم مدار زمین، حرکت زمین بسیار کلان میشه و همه رو یخ میزنه. و اگر این انحراف بیشتر از 3 میلیمتر شه، همه میسوزه. قرآن حرکت اجسام سماوی را به دور محورشان تایید میکنه. عدم سکون آفتاب و حرکت آن در مسیر مشخص در آیه دیگر در سوره یاسین هم تشریح داده شده است. و شمس و تجری لمستقر لها ذلک تنزیل العزیز الحکیم. همینطور است. و شمس و تجری لمستقر لها. آفتاب در مدار خود در گردش است. پس زمین گردش دارد در مدار خود. آفتاب گردش دارد در مدار خود. و باز یک گردش دست جمعی هم دارند. کلون فی فلکی یسبحون. هر یک در مدار معین شناور می باشد. این حقایق در قرآن ذکر شد، اما جدیداً در عصر ما کشف شد. حتی 100-200 سال پیش دقیقاً شما کتاب‌ها رو مطالعه کنید، در مدارس اروپا، در لندن و در پاریس توضیح داده می شد که زمین بر سر شاخ گو هست و گو سال یک بار از این شاخ به این شاخ زمین را حرکت می ده و زلزله می شود و طوفان و تسونامی می شود. کار بعضی از ملاها ما جدیدن خبر شدن اصل این اختراع را اروپایی ها کرده بود. اما قرآن 1400 سال پیش می گوید همه شناور می باشد. همه در حرکت است. هر کدام مدار خاص خود را دارد.
قرار محاسبه منجمین آفتاب در مسیر معینه خیش با یک سرعت باور نکردنی 720 هزار کیلومتر در ساعت در حرکت است. تیاره ها به مشکل 720 کیلومتر می دهند و می بینیم که خیلی راحت مسیر نیویورک جده را یا نیویورک دبی را در چند ساعت اینها طی می کنند. در 9 ساعت 10 12 ساعت. اما اینجا دیگه 720 هزار کیلومتر است، یعنی روزانه بیشتر از 17 میلیون کیلومتر راه می‌پیمایند و همراه با آفتاب تمام سیارات و اقمار مربوطه آن این مسیر را می‌پیمایند. همینطور مهتاب مانند ستارگان در یک مدار مستقیم حرکت نمی‌کند، بلکه به ایزابی شکل حرکت می‌کند در حینی که به دور زمین می‌گردد، بعضاً عقب رفته و بعضاً به جلو می‌آید، چون در عین زمان همراه با زمین به دور آفتاب نیز می‌گردد. حرکت آن یک شکل مارپیچ را در فضا اختیار می‌کند و قرآن آن را به شاخه کهنه خرما تشبیه می‌کند. والقمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم لا الشمس ینبغی لها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النهار و کل فی فلک یسبحون. خورشید با آن سوی قرارگاه ویژه خود روان است. تقدیر آن عزیز دانا این گونه بود: و القمر قدرناه منازل، و برای ما منزلهای معین کردیم تا چون شاخک خشک خوشه خرما برگردد. شاخ خشک خوشه خرما که چطور است؟ شکل مارپیچه تقریبا به خود دارد، کج و راست با هم. نه خورشید راسته زد که به ماه رسد و نه شب بر روز پیشی جوید و هر کدام در سپهره شناور می باشد. در زمان رسول گرامی اسلام اطلاعات زیادی از علم نجوم در دسترس نبود و اگر هم بوده در یونان و باستان بود. قطعا رسول گرامی اسلام با یونانیان هیچ گونه سر و کاری نداشت. یک، در فارس باستان احتمالا معلومات بوده که باز هم پیامبر با آنها سر و کاری نداشتند. در چین بعض موضوعات بوده است، در هند قدیم و در مصر قدیم بوده. البته وقتی که ما میگیم بوده، اینا دیگه یک بحث هایی میکرده، هیچ گونه امکانات نداشت که همین حالا کتاب های افلاطون و ارسطو و سقراط و بقراط ترجمه عربی آن موجود است، وجود داره. چیز خاصی برای گفتن ندارن. معلومات دارن که فعلا برای اطفال این معلومات ابتدایی است و خیلی کسا کوشش میکنن اینها رو کلان میکنن. این فلسفه قدیم و اکثر حرف و حدیث های فلسفه قدیم پرت و پلا است. فلسفه حرف واحد اصولا نداره، موقف واحد نداره. اینها هم موقف واحد نداشتن. یونانی ها تا اندازه اطلاعات داشتن. مثلا اطلاعاتشان چی بوده؟ یا میگفتن زمین حرکت میکند آفتاب ساکن است، و یا میگفتن آفتاب حرکت میکند زمین ساکن است. اما قرآن نظریه علمی رایج امروز که حرکت هر دو است، یعنی هم زمین و هم خورشید را تصریح کرده است. بله، هر دو حرکت میکنند و تنها یک حرکت ندارد و دور خودم حرکت میکنند و در کل کائنات هم شناور میباشند. از جانب دیگر قرآن کریم به محاسبه سال از طریق چرخش آفتاب و مهتاب اشاره کرد که دو نوع تقویم در جهان وجود دارد. یکی از طریق چرخش مهتاب، حرکت مهتاب به دور زمین، و یکی از طریق چرخش آفتاب که هر دو به گونه معجزه آسای از سوی الله متعال تنظیم شد. سوره یونس را میخواند: والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلم عدد السنین والحساب. الله ذاتی است که آفتاب را ضیاء، نور تابان، درخشان قرار داد و مهتاب را نورانی ساخت و منازل مقرر کرد که به واسطه آن عدد سالها و وقت را بدانید. در این آیه رب العزت توضیح داده که حرکت مهتاب وسیله برای محاسبه سالها هست و چون زاویه بین مهتاب و آفتاب همیشه در تغییر است، مهتاب را در مواقع مختلف و اشکال متفاوت می‌بینیم. علاوه بر این ما مهتاب را به خاطر دیده می‌توانیم که روشنی آفتاب را انعکاس می‌دهد. مقدار نوری که از مهتاب به ما میرسد هر شب تغییر میکند. از روی همین تغییرات محاسبات ما و سال خود را کرده میتوانیم.
بین سال قمری و سال شمسی. سال شمسی مدت حرکت زمین به دور آفتاب. بین سال قمری و سال شمسی تقریبا 11 روز تفاوت است. 10 تا 11. توجه به این تفاوت در یک آیه قرآن معطوف کردید. نگاه کنید. در داستان اصحاب کهف. اصحاب کهف انهم فتیه آمنوا بربهم و زدناهم هدی. اینها جوانانی بودند که به پروردگار خود ایمان آوردند و ما نیز بر هدایتشان افزودیم. اصحاب کهف از حاکم ظالمی که در او زمان بوده فرار کردند و در غار پنهان شد. چقدر وقت پنهان بود؟ و لبثوا فی کهفهم 300 سنین و ازدادوا 9. و آنها در غار کو 300 سال درنگ کردند و 9 سال بر آن افزود. قرآن اینطور نمیگه 300 و 9 سال. میگه 300 سال درنگ کردند و 9 سال بر آن افزودند. یعنی چی؟ نگاه کنید، یک سال شمسی 365 روز است، یک اشاری هم بود، و یک سال قمری 354 روز بود. وقتی که مجموع روزهای سال شمسی را ضرب 300 نماییم و حاصل آن بر روزهای سال قمری تقسیم شود، در نتیجه عدد 309 به دست می آید. بنابراین قرآن مدت توقف اصحاب کهف را به طبق هر دو تقویم حساب کرد، تقویم شمسی و تقویم قمری، و تفاوت 9 سال را محاسبه کرد. بدون شک این محاسبه قرآن دلیل اعجاز آن است. در آن زمان قطعا مردم چنین محاسبه کرده نمی توانستند که یک تاریخ به هر دو سال شمسی و قمری بگویم. به سال شمسی به مشکل گفته می توانستند، به سال قمری به مشکل گفته می توانستند. اصلا این موارد خصوصا در عرب نبوده است. این کار در کدام وقت شده؟ در وقتی که فلان جنگ شده بوده، وقتی که فلان لشکر آمده بوده، وقتی که فلان پادشاه مرده بوده، وقتی که فلان کار شده بوده. اما اینجا میگه 300 سنین، 300 سال درنگ کردن در قام و 9 سال بر آن افزودن. اگر به حساب شمسی میخوای حساب کنی 300 سال، اگر به حساب قمری میخوای حساب کنی 309 سال. این بود عنوان دیگر، چرخش اجسام فضایی. عنوان دیگر داریم، کمبود اکسیژن در ارتفاعات دور. در زمانی که بلندترین ساختمان‌های دنیا به اندازه 2 یا 3 طبقه بیشتر نبود است. قطعا حتی قصر مدائن را که نگاه کنیم، قصر امپراتور روم را نگاه کنیم، هراکلیوس، قصرهای مصر را نگاه کنیم، قصرهای چین را نگاه کنیم، به اندازه 3 طبقه که ما فعلا داریم از این بیشتر نبود. و بلندترین ارتفاعی که مردم می توانستن تصور کنند سر تپه‌ای بوده است و یا سر کوهی بوده. اورست 8848 متر ارتفاع دارد. قطعا در اون زمان توسط کسی فتح نشده بوده یا خصوصا توسط عرب ها فتح نشده بوده. در قرآن کریم داریم که انسان به بالا برود اکسیژن مواد تنفسیش کمتر میشه و نفس تنگ میشه. آیت رو نگاه کن، سوره انعام آیت 125. فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. هر که را الله خواسته باشد هدایت کند سینه‌اش را برای اسلام میگشاید. و من یرد ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء. و هر که را بخواهد گمراه کند سینه‌اش را تنگ می کند، سینه‌اش را تنگ می کند که کان نمای سعد و فی السما، گویا که به سوی آسمان صعود می کند. خصوصا در آن زمان صعود دیگه به این شکل که ما فعلا پرواز طیاره ها داریم اصلا تصور هم نمی شد. هر که را الله خواسته باشد به اسلام هدایت کند سینه‌اش را باز می‌کند، و هر که را خواسته باشد گمراه کند سینه‌اش را تنگ می‌گرداند، او را نفس تنگ می‌کند گویا که با آسمان بالا می‌رود. این آیه از نشانه‌های اعجاز علمی قرآن کریم است، از دلایل صدق رسالت رسول کریم. تحقیقات جدید در علم فیزیک کیهانی نشان می‌دهد اگر تا 10,000 قدم بالاتر از سطح دریا برویم احساس کمبود اکسیژن یا کاهش فشار نمی‌کند. 10,000 قدم، یعنی
چیزش حدود شاید 7 هزار متر. اما از فاصله 10 هزار قدم تا 16 هزار این احساس به وسیله دستگاه هایی که خودمان در بدن مسافر را درک میشه. البته با افزایش ارتفاع از 16 هزار قدم تا 25 هزار سیستم های مذکور دیگر قادر به تأمین نیازهای حیاتی جسم نیستند و عوارض مختلف برای انسان حاصل میشه که در ابتدای آنها تنگی نفس میباشد. با افزایش ارتفاع از مقدار 25 هزار قدم بیهوشی کامل بر انسان عارض میشه. دیگر از ایورست هم بالاتر است. لذا طیاره هایی که در ارتفاع 40 هزار قدم در حال پرواز است به مقدار 8 برابر هوای سطح زمین دارای هوای متراکم است تا فشار متناسب و فشار زمین را برای سرنشینان آن تامین کند. در غیر این صورت سرنشینان آن به بیهوشی کامل دچار میشوند. در حقیقت آیه مذکور از دلایل اعجاز علمی قرآن کریم و نشانه در اثبات نبوت رسول گرامی اسلام است. ای بود کمبود اکسیژن در ارتفاعات بالا، در ارتفاعات دور. ای بود یک دو مثال دیگر از شواهد از اعجاز علمی قرآن کریم. شواهد دیگر را جلسه بعدی که آخرین جلسه ما هست توضیح میده. یک بار دیگر درس را نگاه کنیم. از همینجا شواهد از اعجاز علمی قرآن کریم، آرامش و سکون قلب با یاد الله، معجزه سرانگشت، حقیقت خواب از نظر قرآن، مراحل شکل گیری جنین، انسان زیباترین پدیده هستی، معجزه آهن، چرخش اجسام فضایی، کمبود اکسیژن در ارتفاعات دور. بارها تکرار کردیم و یک بار دیگر هم تکرار میکنیم که قرآن کتاب ساینس نیست. کتاب فیزیکس و کمیستری و بیولوژی هم نمیباشد. کتاب تاریخ و داستان هم نیست. اما برخی موضوعات علمی و ساینسی در آن توضیح داده شد و بعض مسائل تاریخی نیز در آن گفته شده است. درست ما همینجا به پایان رسید. اگر سوال استفسار داشته باشید حتما با استاد در میان بگذارید. و صلی الله علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین.